بیانیه 3000 مجاهد خلق در زندان لیبرتی 9 خرداد 92. دروغ‌های هیستریک کوبلر علیه مجاهدین در جلسه اعلام برکناری در کمیته خارجی پارلمان اروپا. افشای همدستی دربان و اردوگاه‌های کار اجباری با دشخیمان و سگ‌های زنجیری رژیم برای چهارمین جنایت علیه بشریت و سرقت اموال در اشرف و لیبرتی. فراخوان و دعوت از هیئت حقیقت‌یاب بین المللی به بازدید از لیبرتی. اظهارات هیستریک و دروغ‌های غیرقابل باور مارتین کوبلر در جلسه کمیته خارجی پارلمان اروپا در 29 ماه مه 2013 علیه ساکنان لیبرتی، زمین سازی برای چهارمین جنایت علیه بشریت در لیبرتی و اشرف است. سناریوی آلمانی اعلام برکناری محترمانه کوبلر به خاطر خیانت‌های مستمر به حقوق بشر از جانب کارگردانان و صحنه پردازان مربوطه بسیار قابل فهم است. با این همه از کمیته خارجی پارلمان اروپا با دعوی دموکراتیسم و حقوق بشر بعید می نمود به چنین فردی تریبون آزاد بدهد، بدون اینکه بگذارند استران استیونسون و سایر نمایندگان با وقت مساوی او را چنان که باید در یک بحث آزاد به چالش بکشند و بدون اینکه نماینده‌ای از جانب مجاهدین حق پاسخگویی داشته باشد. بی خانمانسازی اجباری پناهندگان سیاسی، انتقال فریبکارانه آنها به قتلگاهی که هدف حمله جنایتکارانه موشکی قرار گرفت و در دو گزارش رسمی از طرف گروه کار بازداشت‌های خودسرانه زندان توصیف شده است، در تعارض آشکار با دموکراسی و حقوق بشر است. در شرایطی که مجاهدین در زندان لیبرتی از حق تردد آزاد به بیرون از این مکان محروم شدند و در شرایطی که به وکلا و خبرنگاران و پارلمانترها و هیئت‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر دسترسی ندارند، کوبلر میدان را باز و فرصت را مغتنم می‌شمارد تا تمام سیاه‌کاری‌ها و تباه‌کاری‌های خود را با دروغ و دغل وارونه جلوه دهد و به نیابت از رژیم ایران و حکومت عراق
حرفهایش را هم با صنعت ویژه فتوشاپ آلمانی رنگ و جلای آخوند پسند بدهد. این در حالی است که مجاهدین در اشرف و لیبرتی حتی از حق ساده شکایت نیز محروم هستند و به دستور حکومت عراق جدید هیچ ارگانی نباید حتی شکایت آنها را قبول کند. به راستی سنگ را بسته و سگ را گشادند. با این حال مجاهدین در زیر شدیدترین فشار و تهدید و محاصره تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای آزادی خلق و میهن در زنجیر خود از یوغ ارتجاع و امدادهای استعماری می جنگند. این همان منطقه مجاهدت است. این بهای ایستادگی در برابر دشخیمان و همدستان و سکهای زنجیری رژیم آخوندی در این سو و آن سوی جهان است که به خون ما تشنند و تیغ جلاد را بر پیکر قربانی تیز می کنند و در عین حال برای حقوق بشر یا عواطف خانوادگی اشک تمساح می ریزند. مجاهدین عزم جزم کردند به هر قیمت در اشرف و لیبرتی درسی درخشان عرضه کنند. آن کس که با دجال ضد بشر خمینی در بیفتد و 35 سال بالاترین و پایدارترین خط قرمز رژیم منفور ولایت باشد، پاسخ کاسلیسان این رژیم را هم خواهد داد. به بیانیه بیش از 3000 مجاهد خلق از زندان لیبرتی که در اثنای آن اظهارات رهبر مقاومت در پیام به مجاهدان لیبرتی نیز نقل قول شده است توجه کنید. پیام مزبور به افشا و برکناری دربان فرومایه فاشیسم هیتلری در دربار فاشیسم آخوندی اختصاص داشت. خطرناکترین کتمان حقیقت. 1. کوبلر در نقض آشکار معیارهای ملل متحد در صدد توجیه این موضع سرکوبگرانه و غیرقانونی حکومت عراق است که ساکنان اشرف و لیبرتی مهاجران غیرقانونی در عراق هستند. اما او به خوبی می داند که ما به دعوت رسمی و اعلام شده دولت وقت عراق به تاریخ 13 سپتامبر 1984 به امضای نایب نخست وزیر و وزیر خارجه عراق از رهبر مقاومت ایران به شرط استقلال و آزادی عمل کامل تا رسیدن به اهدافمان به این کشور آمده ایم. این دعوتنامه رسمی و قانونی و همچنین بیانیه رئیس جمهور وقت عراق درباره استقلال و آزادی عمل مقاومت ایران در خاک این کشور در اختیار مقامات سیاسی و نظامی آمریکایی و در اختیار همه حقوقدانان است که در 50 نظریه حقوقی سازمان مجاهدین خلق ایران را برخوردار از کلیه حقوق شناخته شده یک مقاومت در تبعید و یک جنبش آزادی بخش ملی شناختند. علاوه بر این کوبلر می داند که دولت آمریکا در سال 2004 این واقعیت را به رسمیت شناخت که همه ما افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو هستیم که الزاماً در قبال اشغال مکان زندگی و جابجایی اجباری در عراق و هر گونه رفولمان و اخراج حفاظت می شویم. همچنین کوبلر و یونامی به خوبی از حکم دادگاه عراق به تاریخ 28/9/2009 مطلع هستند که تصریح می کند حضور ساکنان اشرف در عراق قانونی است. به رغم این ما در سال 2011 ابتکار پارلمان اروپا برای انتقال به کشورهای ثالث را پذیرفتیم و به توصیه کمیسر عالی در دیدارش با رئیس هیئت رابطه عراق در پارلمان اروپا درخواست‌های انفرادی خود را برای پناهندگی به کمیساریای عالی پناهندگان ارائه دادیم. این به وضوح
نقطه عزیمت حفاظتی در برابر ضرب الاجل‌ها و تهدیدهای خامنه‌ای و مالکی داشت و در غیر این صورت نیازی نبود که پناهندگان سیاسی پس از 25 سال دوباره تقاضای پناهندگی بدهند. این در هیچ کجای جهان مرسوم نیست. همین نقطه عزیمت به کرات در جریان دیدارهای ما با یونامی و کمیساریا و مقامات آمریکایی در اشرف اعلام و ثبت شده و در صورت جلسات موجود است. اما کوبلر در هر جا صحبت می کند، از جمله در پارلمان اروپا، بدون کمترین اشاره‌ای به حقایق فوق، با بی‌شرمی تمام ادعای حکومت عراق مبنی بر غیر قانونی بودن حضور ساکنان در عراق را مورد تأکید قرار می‌دهد و عملاً راه را برای هر گونه جنایتی از سوی عراق باز می‌گذارد. این یعنی همدستی در جنایت علیه بشریت. کوبلر نخستین بار که در اشرف به دیدار ما آمد، در حالی که تلاش داشت ما را از سر بریده بترساند، به سرعت فهمید که نه با مشتی آواره که در آتش پناهندگی و پاسپورت گرفتن از این یا آن کشور هستند، بلکه با رزم‌آوران آزادی ایران زمین به هر قیمت و با هر صعوبت روبروست. از این رو بیش از چند دقیقه بر نتابید و فرار را برقرار ترجیح داد و از آن پس هم هیچگاه درخواست‌های ما را برای حضور در سالن اجتماعات و یک بحث منطقی و قانونی نپذیرفت و از آن به شدت روی برتافت. In discussions with the Iraqi government for 7 weeks, we have been fighting the Iranian regime for 30 years and we have been under siege for 3 years under this warmongering, absolutely stupid government of Iraq. This is a matter of genocide. Minister, if you heard about the genocide in movies and books, I'm the survival of a messer. I'm the survival of genocide. Look at this photo. All my family were executed by the Mullah's regime and the Mullah's government trying to kill me because I'm a witness for this massacre. دروغگویی در مورد انتقال سریع و سیر همگی به سایر کشورها. 2. از فردای اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی که ژنرال اودیرنو به اشرف آمد، ما به او گفتیم که برای آزادی وطنمان به کنار مرزهای میهن آمده ایم. اما اگر نیروی اشغالگر یا هر دولتی که آمریکا در این کشور به روی کار می آورد خواهان ماندن ما در عراق نیست، قصد تحمیل خود را نداریم و همین امروز هم با هزینه سازمان مجاهدین خلق ایران می تواند ما را به ایالات متحده منتقل کند. در جنگ طرف متخاصم نبوده ایم و از قبل به دولت‌های عراق و آمریکا اعلام بی‌طرفی کردیم، زیرا صرفاً برای جنگ با رژیم قاسب آخوندی و جانبازی در صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران به عراق آمده ایم. مارتین کوبلر اینها را به خوبی و به دقت می داند. او از زمان ورودش به عراق با انواع دروغ‌ها و فریبکاری‌ها، از جمله با تضمین امنیت و سلامت کلیه ساکنان با مراعات همه استانداردهای مکتوب در حقوق بین المللی انسان دوستانه و با اعلام انتقال سریع و سیر همگی ما از لیبرتی به عنوان گذرگاه موقت و سرپل عبور، جابجایی اجباری به زندان لیبرتی را به ما تحمیل کرد. ما اذعان می‌کنیم که هرگز گمان نمی‌کردیم شخصی در مقام نماینده ویژه دبیر کل تا این حد به چاکری حکومت‌های عراق و ایران تن بدهد و تا این اندازه دروغ بگوید. اکنون معلوم شده است که امنیت و سلامت و همچنین گذرگاه و سرپل موقت و مخصوصاً مراعات استانداردهای انسانی دروغ و فریبکاری و شیادی محض بوده است. مأموریت کوبلر در ترازوی انصاف و وجدان چیزی جز از سر راه برداشتن سازمان مجاهدین خلق ایران
به عنوان نیروی جنگنده ضد رژیم آخوندی نبوده و نیست و این دقیقا همان چیزی است که مجاهدین از این پیشتر در قتل عام زندانیان سیاسی خود در سال 1367 آزمایش آن را در برابر خمینی ضد بشر و همه دشخیمان و شکنجهگرانش پس دادند. 3. در فروردین گذشته کوبلر با انبانی از دروغ و بلوف برای دور زدن مسئله مبرم امنیت در زندان لیبرتی ادعا کرد که تا اواسط ماه آوریل 210 نفر به آلبانی و 100 نفر به آلمان منتقل می شوند. اما رهبری مجاهدین در لیبرتی ممانعت می کند. این در حالی است که کوبلر به خوبی از مجموعه لیست های پیاپی که ضمن 5 سال گذشته از زمان انتقال حفاظت از نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی و بسته شدن هر گونه ورود و خروج از اشرف به سازمان ملل داده شده و شماری از آنها هم در تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی به منظور اطلاع هموطنان پخش گردیده است مطلع است. قهرمان شهید محمد علی حاج آقایی در شمار آخرین کسانی بود که 5 سال پیش به اشرف آمد، اما نیروهای آمریکایی و عراقی همزمان با انتقال حفاظت از او خواستند اشرف را ترک کند، در حالی که در ایران چیزی جز اعدام در انتظار او نبود. لیست هایی که در این 5 سال به سازمان ملل و مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و کمیساریا داده شده است شامل مجروحان و بیماران و میهمانان و افراد هوادار و همچنین کسانی بوده است که زیر ضرب حملات پیاپی وحوش که تاکنون 58 شهید و 1232 مجروح و 14 جان باخته در محاصره بر جای گذاشته تحمل این شرایط سخت و طاقت فرسا را نداشتند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت از 2 سال پیش در ارتباط با بسیاری از کشورها برای اجرایی کردن همین لیست ها حد اکثر تلاش را به عمل آورده و هزینه های گزافه آن را از قبل تأمین و تضمین کرده است. از جمله برای انتقال هر مجروح به سوئیس پیشاپیش 100,000 فرانک سوئیس پرداخت شده، اما اخلال و کارشکنی مانع شده و در نتیجه ظرفیت قبول تنزل پیدا کرد. با این همه خانم رجوی توانست حدود 60 نفر را طی این مدت از اشرف و لیبرتی خارج کند که تقریباً 10 برابر حاصل کار کوبلر و کمیساری است. همه ما از تلاش های رئیس جمهور برگزیده مقاومت در رابطه با آلبانی که از 1.5 سال پیش شروع شده بود مطلعیم و گزارش و عکس های ملاقات ها در تیرانا را هم دیده ایم. در آبان 91 مشاور ویژه خانم کلینتون در مورد اشرف در نامه به نماینده ساکنان پذیرش 210 تن را در آلبانی مورد تأکید قرار داد، اما خاطر نشان کرد که در صورت علنی شدن خبر عوامل محدود کننده فعال می شوند و مانند راه حل اردن می سوزد. اما 5 ماه بعد در فروردین 92 کوبلر در تنگنای حمله موشکی به لیبرتی موضوع را علنی کرد تا با آن موج سواری کند. کوبلر ادعا کرد در ماه مارس به آلبانی رفته، من نخست وزیر این کشور را متقاعد کرده که به جای 105 نفر 210 نفر از لیست های ارائه شده را بپذیرد. این دروغ محض بود و نامه 5 ماه پیش مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا گواه آن است. بگذاریم که حتی اگر بر اساس بلوف و ادعای کوبلر تا نیمه آوریل گذشته حتی 10% از ساکنان لیبرتی نیز به کشور سالس منتقل شده بودند، معلوم نیست او برای امنیت 90% دیگر چه پاسخی دارد. فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر زندانسازی تحت عنوان محل موقت عبور. 4. مارتین کوبلر برای سرپوش گذاشتن بر زندانسازی در لیبرتی و پرده پوشی ممنوعیت تردد که در بیانیه های متعدد کمیسر عالی پناهندگان غیر قانونی محسوب شده است، در یک فرار به جلو به جای اعتراض به حکومت عراق و زندانسازی وقیحانه
به ابلهانه ترین صورت خود ما را متهم کرده است که چرا در داخل لیبرتی آزادی تردد نداریم. او سپس با همان عبارات گشتپوی آخوندها و سکهای زنجیری نظام به ساختار مجاهدین که هیچ ربطی به او ندارد پیله کرده و در مقام اساس و داروغه محل در جلسه کمیته خارجی پارلمان اروپا میگوید ما واقعا تصویری نداریم که چگونه ساختار فرماندهی و کنترل سازماندهی شده و این چیزی است که ما برای تحملش مشکل فزاینده‌ای داریم که عبارت است از محدودیت آزادی تحرک در داخل کمپ. این هم یک دروغ محض است و به گفته رهبر مقاومت به نظر می رسد آخوندها در سفر کوبلر به تهران علاوه بر وجوهات شرعی و سهم امام به او سنگ پای قزوین هم هدیه کردند. شگفت‌انگیز است که به رغم بیانیه‌های رسمی کمیساریا که خواهان باز شدن در زندان و آزادی تردد ماست، کوبلر نه فقط به روی خود نمی آورد و یک بار هم به نبودن آزادی تردد اعتراض نمی کند، نه فقط با مسکوت گذاشتن این رفتار غیر قانونی و سرکوبگرانه حکومت عراق جانب این حکومت را گرفته است، نه فقط از رفتار خوب عراق ستایش و تقدیر می کند، بلکه به نحوی مجرمانه و جنایتکارانه قربانی را به جای جلاد هدف قرار می دهد. در این خصوص نیز به گفته رهبر مقاومت به نظر می رسد که کوبلر در سفر به تهران مقلد خمینی هم شده و اکنون روشن شده است که ما خودمان را زندانی و شکنجه می کنیم. منطق فاشیسم چه در تهران و چه در آلمان یک دست و یک سویه و هماهنگ است. کوبلر مدعی است که موشکباران 21 بهمن را محکوم کرده است، اما در اطلاعیش نه تنها حرفی از محکومیت موشکباران نزده، بلکه تلاش کرده است بگوید انفجاراتی در داخل لیبرتی به وقوع پیوسته است. او تلاش دارد مانند رژیم آخوندی به این وسیله راه را برای احتمال سهیم کردن خود مجاهدین و مقصر جلوه دادن آنها در حمله موشکی باز نگه دارد. 5. از قرار کوبلر در قسمت دیگری از سخنانش در جلسه کمیته خارجی پارلمان اروپا از نمونه موهومی صحبت می کند که چند روز قبل قصد ترک لیبرتی را داشته ولی ساکنان مانع شده اند. این هم یک دروغ مفتضح دیگر است. اولا هنوز مرکب ابلاغیه‌های تصفیه و اخراج همگانی در بدو تأسیس مؤسسان چهارم که مشروع آن از تلویزیون مقاومت پخش شده است خشک نشده و هر زمان که لازم باشد قابل انتشار است. بر اساس آن ابلاغیه پس از اعلام مرحله سرنگونی در آبان ماه گذشته به همه ما اعلام شد که بلاد رنگ می توانیم با دریافت کمک مالی لیبرتی را ترک کنیم و تعدادی چنین کردند و نامه هایشان از ماهواره پخش شده است. ثانیاً فاصله هر کس در لیبرتی با گشت های عراقی چند متر بیشتر نیست و هر کس در هر زمان که بخواهد می تواند به آنها مراجعه کند. علاوه بر این در بسیاری ساعات روز گشتی های کوبلر هم در لیبرتی به دنبال شکار تومه می چرخند و سرزده به هر جا و هر کس که می خواهند مراجعه می کنند و عکس های آن هم موجود و قابل انتشار است. ثالثاً از 10 سال پیش به نیروهای آمریکایی و از 5 سال پیش به نیروهای عراقی و همچنین به سازمان ملل و کمیساریا به صورت مکتوب و شفاهی بارها گفته شده است هر کس در هر زمان که بخواهد به سادگی می تواند مجاهدین را ترک کند و خود را به ماموران عراقی یا سازمان ملل معرفی نماید. نتیجه این که ادعای احمقانه کوبلر در جلسه کمیته خارجی فقط رله کردن تبلیغات و اتهامات همنشینان او در تهران و بغداد است. 5 بار دیدار مبسوط کوبلر با پاسدار دانایی فر
در کمتر از 2 ماه درباره مجاهدین که توسط طاهر بومدرا فاش شد و همچنین خبرهای دیدارهای کوبلر در تهران با مأموران وزارت اطلاعات به منظور مشورت گرفتن از آنها علیه مجاهدین که در رسانه‌های رژیم منتشر شده است چیز پوشیده‌ای نیست. از جمله خبرگزاری حکومتی ایسنا 29 آبان 91 و یک سایت برید مزدوران به تاریخ 19 مرداد 91. جالب این که درست یک سال پیش نیز مارتین کوبلر در گزارش 27 مه 2012 ادعا کرد که یکی از ساکنان لیبرتی قصد فرار داشته، اما بقیه مانع او شده و او را زخمی کرده و سپس کشان کشان به بهداری بردند. از آنجا که مجاهدین به شدت به این دروغ رذیلانه اعتراض کردند، مانیتورینگ کمیساریا در همان زمان وارد کار شد و روشن گردید که یکی از بازیکنان فوتبال بر روی قلب سنگ‌های زمین ناهموار بر زمین خورده و سپس سریعاً توسط دوستانش به بهداری برده شده است. نامه و گزارش و مصاحبه این فوتبالیست در همان زمان برای مقامات آمریکایی و مقامات ملل متحد در نیویورک و ژنو و نایب رئیس پارلمان اروپا ارسال و دروغ پردازی حقیرانه کوبلر برملا شد. بی جهت نبود که خبرگزاری عراق یک بار نوشت برای مردم عراق کوبلر و آخوند مصلحی وزیر گشتاپوی آخوندها که به عراق آمد دروی یک سکه هستند. تسهیل جنایت علیه بشریت. 6. مارتین کوبلر به مخاطبان بی اطلاع خود در کمیته خارجی گفته است مجاهدین در لیبرتی 30 محل غذاخوری 100 نفره دارند و به آنها اجازه داده نمی شود تا همگی با هم در یک جا غذا بخورند و این خلاف حقوق بشر است. این دیگر ماورای وقاحت و رذالت است. در زندان لیبرتی هیچ مکانی که 3000 نفر در آن بتوانند غذا بخورند وجود ندارد. تنها سالن غذاخوری موجود با گنجایش حداکثر 700 نفر در تمام شبانه روز به تهیه غذای 3000 نفر و الزامات آن از قبیل آماده کردن مواد خام، پاک کردن برنج و حبوبات، شستن و آماده سازی سبزیجات و تقسیم غذا بین قسمت‌های مختلف اختصاص یافته است. این سالن در منتهی علیه گوشه شمالی لیبرتی قرار دارد که تردد به آن در گرما و سرما بر روی قلب سنگ‌ها یا جاده خاکی از برخی قسمت‌ها نیم ساعت طول می‌کشد. هیچ راه و جاده آسفالت هم وجود ندارد و 3 نوبت تردد در روز به ویژه برای بیماران و مجروحان به طور مضاعف مشکل ایجاد می کند. تعداد معدود خودروها نیز با توجه به مشکلات قطعه و سوخت کفاف نمی دهد. علاوه بر این معلوم نیست که چرا کوبلر ام دارد 3 نوبت در روز 3000 نفر را یک جا و بدون دفاع و حتی کلاه خود و جلیقه ضد گلوله در تیر رس و هدف شلیک انواع سلاح‌ها قرار بدهد. زیرا این سالن در مقابل خمپاره و موشک هیچ امنیتی ندارد و اجتماع منظم و مستمر بهترین امکان هدفگیری را به دشمن می‌دهد. از این رو به دولت آمریکا و ملل متحد و اتحادیه اروپا فراخوان می‌دهیم که دولت عراق را وادار کنند با ساختن یک سالن غذاخوری ضد خمپاره به ظرفیت 3000 نفر در مرکز لیبرتی با تجهیزات جانبی ضروری مانند آشپزخانه و سیستم سرو غذا و ظرفشویی به هزینه ساکنان موافقت کند. همچنین بگذارد از قسمت‌های مختلف این سالن راه سیمانی یا آسفالت کشیده شود تا همه افراد و به خصوص بیماران بتوانند در فاصله 1 روب خود را به این سالن برسانند.
به گفته یه رهبر مقاومت، گندگاو چاله دهانی های کوبلر در شرایطی است که وحوش حکومتی تا امروز با هیچ یک از الزامات مبرم امنیتی در لیبرتی موافقت نکردند. تا امروز حتی یک تیوال حفاظتی را هم نگذاشتند به این محل وارد شود. لیکن کوبلر نادیده می گیرد و با جنایت پیشگی خواهان تجمع سه‌باره آنها در روز در یک محل است. افن لکم و لما تعبدون، به این می گویند تسهیل جنایت و همدستی با دشخیم. دروغ و وارونگویی در مورد کلینیک پزشکی. 7. مارتین کوبلر در دروغ دیگری برای سرپوش گذاشتن بر محاصره 4.5 سال پزشکی اشرف و لیبرتی و عدم دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی که تاکنون به شهادت 14 تن منجر شده است، در جلسه کمیته خارجی ادعا کرد که یک کلینیک عراقی آنجا وجود دارد و همه ساکنان نمی‌دانند که یک کلینیک عراقی وجود دارد. من فکر می‌کنم خیلی مهم است که آنها دسترسی آزادانه به کلینیک درمانی داشته باشند. باز هم بر دروغگو لعنت. چگونه می‌شود در یک محیط کوچک یک کلینیک عراقی مجهز را که جاروکش گوبلز مدعی آن است از ساکنان مخفی کرد؟ وانگهی همه می دانند که در ماه‌های گذشته مجاهدان خلق منصور کوفه‌ای، حسین برزمهری و رضا نصیری که به همین بنگال مخروبه و فاقد تجهیزات منتقل شدند در همین محل جان باختند. همه مجاهدین در لیبرتی از این محل و شرایط آن و همچنین از دروغ‌های فاشیسم هیتلری و فاشیسم دینی در این باره و شهادت همرزمانشان در همین محل مطلعند. امداد لیبرتیه، نه قانون دار. کجا تو؟ کجا رو؟ آخه این کوبلر کجاست میده؟ درمان همجون میده؟ هیچ کس نیست اینجا؟ این کلینیک ساده ترین وسایل را که در هر درمانگاه کوچک وجود دارد در اختیار ندارد و درخواست های مکرر برای انتقال این وسایل از اشرف به لیبرتی بی جواب مانده و کوبلر هیچ اقدامی نکرده است. کوبلر در درگذشت مجاهدانی که به خاطر فقدان وسایل و تجهیزات پزشکی در این محل جان باختند مسئولیت دارد و وکلای ما این موضوع را در مراجع قانونی پیگیری می کنند. جالب این که کوبلر تا کنون حتی به عنوان نمونه یک بار هم در یک اطلاعیه یا مصاحبه و سخنرانی در هیچ کجا از دولت عراق نخواسته است محاصره ضد انسانی و ظالمانی پزشکی و لوجستیکی را از لیبرتی بردارد. دروغ و وارونگویی در مورد وسایل ارتباطی. 8. کوبلر در قسمت دیگری از سخنان خود ادعا کرده است که گویا دولت عراق هیچ مشکلی با تلفن و اینترنت در کمپ لیبرتی ندارد. این در حالی است که کوبلر به دقت می‌داند که حکومت عراق در 17 ماه گذشته حتی اجازه خرید و وارد کردن یک تلفن موبایل و همچنین تأمین خطوط لازم اینترنت را نداده است. موبایل‌های معدودی را هم که ساکنان از اشرف با خود آورده بودند تا امروز حتی یک مورد جایگزین نشده است. در 29 مارس امسال یکی از مشاوران حقوقی لیبرتی بار دیگر به مسئول حقوق بشر یونامی درباره محدودیت انتقال تلفن موبایل و اقلام ارتباطی مانند بشقاب و کامپیوترها برای خطوط اینترنت نوشت: انتقال صدها قلم جنس به لیبرتی ممنوع شده است و یا فقط به تعداد محدودی از آنها اجازه انتقال داده شده است. طرف عراقی به خصوص روی اقلام ارتباطی و اینترنت مثل بشقاب اینترنت، کابل‌های معمولی برای شبکه و هاب و سویچ و کامپیوترهایی با ظرفیت بالاتر حساس بوده و هیچ کدام را اجازه نداد از اشرف بیاوریم. بعد از ستون ششم آنها دیگر اجازه ندادند که حتی یک کامپیوتر رومیزی منتقل شود
و در ستون هفتم از انتقال 500 کامپیوتر رومیزی جلوگیری کردند. ابتدا آنها روی اقلام لیست زیر توافق کرده بودند، ولی در عمل زیر قولشان زدند و نگذاشتند آن اجناس از اشرف به لیبرتی منتقل شود. از سازمان ملل می‌خواهیم برای وارد کردن برخی اقلام که از انتقال آنها ممانعت شده است اقدام کند، از جمله تلفن موبایل، بشقاب ماهواره‌ای اینترنت، سوئیچ شبکه کامپیوتر، کابل شبکه، کامپیوتر رومیزی، دیسک سخت کامپیوتر، کارت شبکه، کیبورد کامپیوتر، آنتن تلویزیون. همه اعضای ناظر یونامی که هنگام انتقال اجباری ما به لیبرتی وضعیت را مشاهده می کردند، به چشم دیدند و ثبت کردند که ماموران عراقی اجازه نمی دادند که ما هیچ وسیله و گیرنده اینترنتی از کافینت‌های دایر شده در اشرف را منتقل کنیم و آنها را وحشیانه تخریب کردند. ما بارها در این خصوص به دفتر سازمان ملل و شخص مارتین کوبلر نامه و شکایت نوشتیم، اما او هیچگاه مانع از این اقدام دولت عراق نشد و اعتراضی نکرد. بارها درخواست کردیم که اجازه داده شود لااقل 500 کامپیوتر را که وسیله ارتباطی محسوب می شود به لیبرتی بیاوریم، اما حکومت عراق مانع شد و مارتین کوبلر با سکوتش حمایت کرد. طی این دوران ما حتی نتوانستیم تلفن‌هایی را که از اشرف به لیبرتی آورده ایم و فرسوده شده جایگزین کنیم. همین تلفن‌ها نیز بعضاً در ترددات به بغداد و بیمارستان‌ها مورد هجوم ماموران نخست وزیری قرار می‌گیرند تا مصادره شوند. محدود کردن هر گونه ارتباط مجاهدین در زندان لیبرتی با خارج از آن، خواسته مشخص وزیر گشتپوی آخوندها در سفر فروردین ماه گذشته به بغداد در دیدار با مالکی بود. متعاقباً مقاومت ایران در 30 اردیبهشت اعلام کرد به اسناد جدیدی از داخل رژیم ملایان دست یافته است که شامل دستورات سرکوبگرانه به مالکی علیه اپوزیسیون ایران در عراق در آستانه انتخابات دیکتاتوری مذهبی است. طبق این اسناد که قابل ارائه به دادگاه بین المللی است، به دنبال سفر وزیر اطلاعات رژیم به بغداد، همزمان با بالا گرفتن جنگ قدرت در داخل رژیم، دستورهای جدیدی به دولت عراق ابلاغ شده است. یکی از این دستورات مشخصاً این بود که دوایر زیربط عراق بایستی هر گونه ارتباط تلفنی و الکترونیکی لیبرتی با دنیای بیرون را کنترل و ضبط کنند. رفتار ماموران کوبلر در لیبرتی، برگرداندن برگ حقوق بشر علیه مجاهدین. 9. حکومت عراق با موافقت کوبلر، افسران سرکوبگر عراقی وابسته به نخست وزیری از جمله دشخیم صادق محمد کاظم را که به دلیل دست داشتن در دو کشتار وحشیانه در اشرف در 2009 و 2011 از سوی قضایی اسپانیا تحت پیگرده است، به عنوان مدیریت کمپ تعیین کرده و مقرهای پلیس از جمله در نزدیکی قسمت خواهرانمان دایر است. در چنین شرایط غیر قابل تحملی، کوبلر تیمی از کارمندان خودش را برای شکنجه روانی مضاعف ساکنان به کار گرفته است تا تحت عنوان مانیتورینگ حقوق بشر به پوشاندن جنایات حکومت عراق پرداخته و با راه اندازی یک بسیج دروغ پردازی مجاهدین را به نقض حقوق خودشان متهم کنند. آنها یک جنگ روانی مستمر، کثیف و طاقت فرسا را روزانه به ما تحمیل می کنند. مامورین کوبلر به جای حفاظت از حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه، به جای رفع محاصره ضد انسانی پزشکی و لوجستیکی، به جای تمرکز بر نیروهای عراقی و مواضع شلیک موشک و به جای کنترل دشخیم صادق محمد کاظم، بر روی قربانی متمرکز شدند و عملاً به شکنجه روانی ما اشتغال دارند. برخلاف دروغ‌های کوبلر، مأموران اختصاصی او نه تنها آزادانه به تمامی کمپ دسترسی دارند و با هر کس می‌خواهند می‌توانند به طور خصوصی صحبت کنند، بلکه به دستور کوبلر
حتی بدون اجازه وارد مکانهای استقرار شخصی ما می شوند. با رفتاری اهانت‌آمیز در زندگی شخصی ما دخالت می کنند، صدای ما را به طور غیرقانونی ضبط می کنند و از هر جا و هر کس بدون اجازه عکس و فیلم می گیرند. هدف کوبلر بسیار روشن است. او می خواهد طبق قولی که به طور علنی به رژیم آخوندها داده است، مجاهدین در زندان لیبرتی بر اثر شدت فشارها تا به تحمل از دست بدهند و تسلیم دیکتاتوری خونشان حاکم بر ایران شوند. البته مجاهدان اشرفی که به لیبرتی منتقل شدند بارها و بارها و رو در رو به کوبلر و ماموران او تاکید کردند که به قیمت خون و جانشان حاضر نیستند تسلیم فشارها و شکنجه های روانی شوند و در مقابل رژیم پلید آخوندی سرخم کنند. رذیلت مضاعف کوبلر در همدستی با حکومت عراق و حکومت آخوندی در این است که تا آنجا که می تواند از هیچ تشبث و تلاشی فروگذار نمی کند تا به خواست آخوندها برگ حقوق بشر را علیه قربانی برگرداند و خود ما را مقصر جلوه دهد. او آگاهانه و آمدانه سرنوشت خود را با رژیم ایران و حکومت عراق به منظور انهدام اپوزیسیون ایران و نیروی جنگنده ضد رژیم پیوند زده است و همین عزم ما را برای درس درخشان صدچندان می کند. فراخوان به اعزام هیئت حقیقت‌یاب بین المللی. 10. دروغ‌های مستمر و سیستماتیک کوبلر زمین سازی آشکار برای جنایتی دیگر علیه بشریت است. از دولت آمریکا، ملل متحد، اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا می‌خواهیم یک هیئت حقیقت‌یاب بین المللی را با حضور نمایندگان و وکلای ما برای بازدید و تحقیق در لیبرتی اعزام کنند. نتایج تحقیقات بایستی برای اطلاع عموم منتشر شود. ما حد اکثر همکاری را با هیئت حقیقت‌یاب به عمل می آوریم. اما پیشا پیش روشن باشد هر کس و هر طرفی که از تشکیل و اعزام این هیئت سر باز می زند یا اجازه ورود به این هیئت نمی دهد یا در کار آن اخلال می کند به وضوح نشان می دهد که در شکنجه و آزار و جنایت سهیم و همکاسه ملایان حاکم بر ایران است.